عزت هاشم، یه بحثی بین خفامین وجود داره که آیا قسمت قربانوت، قسمت قربانی هایی که در تفیلا خونده میشه، یعنی قسمت براخوت، باید ایستاده خونده بشه یا نه. بعضی عقیده دارن به خاطر اینکه قربانی ها وقتی تقدیم میشده به صورت ایستاده بوده، بنابراین باید قربانوتا که قبل از باروخ شامر تفیلای شخریت صبح باید ایستاده بخونیم. اما خیلی از نظر اخرانیم دیگه، از جمله ربن و هاری و کفخایی مولوخ سیایی نقیده دارن که ما میتونیم به صورت نشسته هم بخونیم، چون خیلی مواقع است که این حکم آموزش تورا را داره، بنابراین به صورت نشسته میشه قسمت براخوتا بخونیم. یه بحثی از تو هلاخا میاره که هارما میگن رسم دارن بعضیا که بیان تکون بخورن در زمانی که تورا میخونن یا تفیلا میخونن. دلیلش چیه؟ چند تا دلیل ذکر میشه. اگه دقت کرده باشیم، بعضیا وقتی تفیلا میخونن یا آموزش تورا دارن، تکون میخورن و تفیلا میخونن. این دلیلش چیه؟ یه دلیل به خاطر این که میگن تورا با ترس و لرز داده شد. وقتی خدا در پای کوه سینای تورا را به ملت اسرائیل میداد، اسرائیل ها به سه قسمت تقسیم شدن. دسته اول وقتی صدای خدا را شنیدن، نشاماشون از بدنشون اومد بیرون، رفت به کیسه حکاوات هشم چسبید و اون موقع تورا میاد تفیلا میخونه که این نشاماها برگرده و شبنمی میاد و این نشاما دوباره برمیگرده. یعنی در متن تورا وقتی که خدا تورا را به ملت اسرائیل داد، تخییت همتیم هم اتفاق افتاد. یه دسته دیگه از افراد اسرائیل وقتی صدای خدا را میشنوند، 12 کیلومتر بر طبق اردوگاه اسرائیل که 12 کیلومتر در 12 کیلومتر بوده، پرتاب میشن عقب. خدا دستور میده به ملاخیم که ملاخیم بیان این اسرائیل ها را بیارن جلو، سر جا خودشون برگردونن. دسته سوم که ناویا بودند و افراد بزرگ بودند، اینا سر جا خودشون ایستاده بودند و میلرزیدن و بوی گن ادن یا اون آشان میومده و اینا قدرت میگرفتن و میتونستن توان اینا داشته باشن که صدای خدا را بشنون، یعنی میلرزیدن سر جا خودشون. به یاد بوده اینم که تورا با لرز داده شد، با ترس داده شد، با به این شکل میلرزیدن و تورا را، صدای خدا را میشنویدن. رسم دارن بعضیا وقتی تفیلا میخونن یا تورا میخونن، میان و تکون میخونن. یه دلیل دیگه، ما هر صبح شبات میخونیم تو نشمت کل خی که منبعش تو تهیلیمه، میگیم کال از متای تمرنا ادونای، یعنی تمام استخونهایم مدح تورا میگوین ای خدا، تمام استخونها مدح تورا میگن. به خاطر همین بعضیا رسم دارن وقتی تفیلا میخونن یا تورا میخونن، تکو میخورن، اینجوری نشون بده که تمام استخونا و تمام اعضای بدنشون داره برای هشم مدح خدا را میگه. یه دلیل دیگه که بعضیا تکو میخورن اینه که خب کوانا بهتر ببندن، یعنی وقتی تکو میخوره فکرای بیگانه که تو ذهنش میاد، فکرای مثلا روزمره تو ذهنش میاد، به خاطر اینکه فکرش رو از اونا دور بکنه تکو میخوره که حواسش به تفیلا یا تورایی که میخونه جمع باشه. یه دلیل دیگه میگن به خاطر اینکه نشمای ما شبیه یه شمعه، یه شمع روشنه. وقتی یه شمع روشنه شما کنار آتیش ببرید، این نور آتیش هی میره به طرف آتیش، هی برمیگرده، هی میره به طرف آتیش، هی برمیگرده. اینجوری داره اشاره میکنه که این طرف وقتی تورا میخونه یا تفیلا میخونه، نشماش داره میچسبه به هشم و این از ذوقش اینجوری میاد و تکون میخوره. خب حالا تکون بخوریم یا نه، این هارا بعد یا میارن در کتابشون، این بستگی به آدمش داره. یه نفر تکون میخوره بهتر نیت میبنده، خب تکون بخوره تفیلا رو بخونه، تورا رو بخونه. یه نفر اگه تکون نخوره بهتر توانا میبنده، خب اگه تکون نخوره اونجوری تفیلا بخونه. هر کسی هر جوری راحته و بهتر میتونه توانا ببنده تو تفیلا، اونجوری تفیلا را میخونه. البته یه نکته مهم اینه که باید دقت داشت، اونایی که تکون میخورن نباید به شکلی تکون بخورن که بقیه مسخره بکنن، اینجوری هم نباید باشه، باید دقت بکنن که باعث حرف و نقل بقیه نشه. و بله، این گفتیم بستگی به آدمش داره. خب یه دستور دیگه که قانونم هست، میدونید که خدا دو تا تورا به ما داد، یکی تورای کتبی، یکی تورای شفاهی. تورای کتبی ما نمیتونیم از حفظ بخونیم، این خیلی مهمه، این هلاخاست. تورای کتبی، هر چیزی که به صورت مکتوب نوشته شده و به ما داده شده در پای کوه سینای، اینا رو ما نباید از حفظ بخونیم، مگر استثناءاتی هست. مثلا تهیلیم با وجود این که مکتوبه و جزء کتوبیم حساب میشه، ولی خوندنش از حفظ مجازه. شما مثلا چند فصل تهیلیم از حفظ بخونید،
از رو تهیلیم نباشه اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه تهیلیم برانگیخته کردن رحم حشمه و اون مثل تفیلاست، بنابراین اگه از حفظ بخونیم اشکالی نداره. یا قسمت هایی که همه مردم حفظن، اینا بیت یوسف میارن، قسمت هایی که همه مردم حفظن، مثلا متن شمع اسرائیل، متن شمع اسرائیل ها همه حفظن با وجود که جزء تورای کتبی شمع اسرائیل، ولی چون همه حفظن ما میتونیم اونو از حفظ بخونیم. تصفت میگن اصلا ممنوعیت این که یکی بیاد یه چیزی از حفظ بخونه فقط در مورد پنج جلد توراست، اونم فقط قسمت هایی ها که همه مردم از حفظ نمیخونن. یه نظر دیگه تصفت داره که میگه در صورتی تورای کتبی ما نمیتونیم از حفظ بخونیم که بخوایم یکی از انجام وظیفه خارج بکنیم، ولی اگه طرف فقط خودش میخواد از انجام وظیفه خارج بشه میتونه از حفظ بخونه. یه نظر دیگه ارخوت خیمه، ارخوت خیم عقیده داره که اصلا این که تورای کتبی ها نباید از حفظ بخونیم، این قانون فقط مال سفر توراست. کسی که قاری سفر توراست، سفر تورا میخونه، بعد دقت بکنه که از حفظ هیچ کدومش رو نباید بخونه. حتی یه حرف، یه کلمه از حفظ نباید خونده میشه. یا کسی که مگیلا میخونه، مثلا در مورد کسی که مگیلا میخونه میگن بعد دقت بکنه که اون 10 تا اسم پسر هامانا که تو مگیلا میاره و وعت ابتدای سطر نوشته، بعد بینش فاصله انداخته، اسمای هامانا آورده، حتما باید تموم این وعتا را از روی کتاب، از روی نوشته بخونه. و خوبه که مثلا یه انگشت شا یا یه قلمی زیر اون بذاره که بیاد وعتا را از روی مگیلا بخونه و از حفظ نخونه. این نظر ارخوت خیمه که این قانون فقط برای تورای کتبی و تورای کتبی و مگیلاست که باید دقت داشت. یه نظر دیگه عقیده دارن که اگه همه جماعت تورا کتبی ها، یه قسمتی از تورای کتبی ها، همه جماعت با هم میخونن، اینم دیگه قانون ممنوع بودن خوندن تورای کتبی به صورت شفاهی نیست. و یه نظرم وجود داره که اگه پسوقه دزیم راست که گفتیم مثلا خوندن تهیلیمه، یکی میخواد از حفظ بخونه، چون که اون درخواست رحمیمه و درخواست رحمه، میتونه بیاد و از حفظ بخونه. خب یه سوالی پیش میاد برای کسایی که داراش میکنن، کسی که داراش میکنه و میخواد پاسوقای تورا را از حفظ بگه، ما گفتیم تورا کتبی ها نمیتونیم از حفظ بگیم. حالا این پاسوقا که میخواد این فرد داراش کن از حفظ بگه، مردم هم حفظ نیستن، اکثر مردم حفظ نیستن، همه مردم حفظ نیستن، ولی این داراش کنه حفظه، آیا میتونه از حفظ بگه؟ در این صورت اینا میارن اخرونیم، ماگن ابراهام میگه به شرط اینکه سختش باشه که بخواد تورا را باز کنه، حالا دقیقاً اونجا را پیدا کنه، از رو تورا بخونه، اون موقع میتونه بیاد و از حفظ بگه. پس داراش کن، کسی که داراش کنه میتونه در حالت اجبار از حفظ پاسوقای تورا را بگه، لازمی حتما از روی کتاب بخونه. و یه مورد دیگه این که ما هر روز ازهوم قمان را میخونیم قبل از باروخ شامر، این ازهوم قمان و برایت های ربی اشمائل که بعد از اون میخونیم که 13 طریق تورا داراش میشه که اونجا ربی اشمائل میان توضیح میدن، کسی که ازهوم قمان را بخونه و برایت های ربی اشمائل را بخونه قبل از گفتن قدیشه براخوت، این قسمت ها خونده بشه، این خودش مثل اینه که این طرف هم تورا خونده، هم میشنا خونده، هم گمارا خونده، یعنی از انجام وظیفه آموزش تورا خارج میشه، به شرط اینکه معنی ازهوم قمانا بفهمه. بنابراین خیلی مهمه ازهوم قمان که در مورد قربانی هاست که چه قربانی کجا تقدیم میشده، چی بوده، کجایی به تعمید داشت بوده تقدیم میشده، تا حد امکان آدم معنیش رو بفهمه. چون وقتی ازهوم قمانا میخونیم هم مثل اینه که آموزش تورا داریم، هم میشنا خوندیم، هم گمارا خوندیم، و هم مثل اینه که داره قربانی ها رو به درگاه خدا تقدیم میکنه. اینا تو گمارا براخوت میاره، تو گمارا براخوت دیالوگ صحبت بین ابراهام و خدا را میاره که ابراهام از خدا میپرسه که وقتی فرزندان من بیان خطا بکنن چجوری تو اونا را مخیلا میکنی؟ خدا میگه وقتی قربانی بیان تقدیم کنن به درگاه من تو به تعمیق داشت، من گناه های اونا را مخیلا میکنم، میبخشم. ابراهام میگه خب حقا دشوارو خوب، وقتی که به تعمیق داشت آباد نیست و به تعمیق داشت نیست، قربانی تقدیم نمی کنن، چی کار بکنن که گناه اونا را ببخشی؟ اونجا خودش باروخو میگه سیدرتی ترتیب دادم نوشته هایی در تورا که اون قسمت ها در مورد قربانی هاست، وقتی که اسرائیل ها بیان اون قسمت ها را بخونن، من براشون حساب میکنم انگار که اون قربانی ها را دارن
تقدیم میکنن. بنابراین خوندن قربانوت، خوندن براخوت، صدر قربانوت، ازهوم قمان و برایتای ربی اشمائل، اینا خیلی مدرگاه داره، خیلی درجه داره، مثل اینه که آدم قربانی به درگاه هشم تقدیم کرده و مثل آموزش تورا برای آدم حساب میشه. بارو خدا نایل اونام آمین.